شکل ماه تک تک شما. Thank you very much. This song, it's about a dream. A dream of peace and freedom for the whole world, and especially for my country, Iran. سپاسگزارم. یه دست خوشگل و قشنگ برای رفقای نازنین رو من بزنید. ببخشید باید انگلیسی هم چند کلمه بگم. I'm not a religious man, but I believe love is the only universal religion. So here
is a love song for all the lovers, for love. Thank you.
ovation. Beautiful hand for a string section and the maestro. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you very much. John. The following song I sang while in exile, and to this day I've not been able to go to my homeland for 36 years, but I never forgive up the hope. I never forgive up the hope. شهر برلین شاهد برگزاری کنسرتی متشکل از هنرمندان بین المللی و ایرانی تحت عنوان امید برای مردم ایران بود. سخنگوی این برنامه هنری هدف از برگزاری این کنسرت را همدردی با مردم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و نبودن آزادی در این کشور می داند. توجه شما را به این گزارش جلب می کنم. هبی عزیز، در کنسرت امید در حمایت از مردم ایران همراه با هنرمندان بین المللی مثل همیشه خوب درخشیدی. فکر می کنی که این برگزاری این کنسرت ها چه تأثیری می تونه در روند و یا کمک مردم ایران باشه؟ بی نهایت، هر چقدر تعداد این کنسرت ها بیشتر باشه، مردم ایران به هر حال این رو می فهمن که در خارج از کشور ارگانیزیشن های مختلف، خواننده های ایرانی بیشتر فکر می کنن و بیشتر راه حل پیدا میشه برای اینکه یک روزی ما واقعا برسیم به یک سرمقصدی، به یک جایی برسیم که بتونیم حضور مردم رو در ایران پررنگ‌تر بکنیم، حضورشون در خیابون‌ها، در دموستریشن‌ها، در اعتراضات. به هر حال حالا اعتراضات ما می‌دونیم که هیچ نوع اعتراضی در ایران وجود خارجی نداره، هر گونه اعتراض حتی بسیار آرام سرکوب میشه. به هر حال نظر قطعی راجع به اینجور برنامه ها منسجم کردن مردم ایرانه که به نظر من مثلا در این کنسرت فکر میکنم نتیجه کوچک ولی مثبتی حتما گرفته خواهد شد. گرد همایی های دیگری هست که اونها هم به همین سمت و سو خواهد رفت. نتیجه اصلی هم دوری گفتم منسجم کردن مردم ایران در داخل و این رو بدونن که هموطنانشون در خارج از کشور اونها در کنارشون هستن. ما ابی رو به عنوان خواننده میشناسیم که خیلی وسواس زیادی در ترانه و انتخاب ترانه و آهنگاش داره. در واقع شما چه هدفی رو دنبال میکنی؟ رضایت مخاطب یا پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی که به نوعی مردم ایران درگیر اون هستن و یا اینکه هر دو؟ هر دو، 100% هر دو. برای اینکه خواننده تبعیدی مثل من یا امثال دیگه ما به هر حال سیاسی هستیم، که دلیلش تبعیدمونه. سیاسی هستیم به دلیل اینکه نمیتونیم وارد مملکتمون بشیم. بنابراین من در هر دو مورد، در مورد عشق که فکر میکنم اون شب هم گفتم واقعا مذهب من مذهب
عشق و خداست، خدا عشق، عشق خداست. از عشق همیشه تو کارم داشتم و هم و وظیفه خودم میدونم که در کنار آهنگ‌های عاشقانه که میخونم آهنگ‌هایی هم بخونم که جنبه سیاسی و اجتماعی داشته باشه. در واقع باید این کار رو بکنم، وظیفه خودم میدونم که این کار رو بکنم و تا اونجا که بتونم تو هر آلبومم یک یا دو یا سه آهنگ سیاسی اجتماعی میگذارم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. در چند سال گذشته آهنگی داشتین به نام بد و بدتر. امسال چه تدارکی دیدین؟ آیا تدارک آهنگ و یا ویدیویی رو دیدین یا خیر؟ 100% خواننده اجتماعی سیاسی بعد از هر فرصتی استفاده بکنه. پارسال آهنگی گفتید اسمش تصمیم بود، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی است. در واقع تصمیم مشکلی است برای مردم که در واقع در یک جایی گیر می افتن که مجبورن بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنن، در صورت که این اجبار اصلا وجود نداره، میتونن اصلا پای صندوق‌های رأی نرن. این نظر من. امسال هم در قبل از انقلابات آهنگ، قبل از انتخابات آهنگی داریم با همراهی همکار خوبم شادمهر عقیلی، اون رو هم باز برای بیشتر روشن کردن مردم، نه در واقع در انتخابات، ولی در واقع بیشتر اینکه خودشون رو بشناسن، بیشتر اینکه بدونن که خودشون تمام هر اتفاقی رو میتونن به وجود بیارن و هر اتفاقی رو میتونن کنترل بکنن. این آهنگ هم فکر میکنم تا 2-3 روز آینده میاد بیرون. کار ساخت آهنگ از شادمهر عقیلی هست. ترانه‌ای داریم از ترانه سرای به اسم گلایول. ابی عزیز، امروز روزیه که رو در رو با ساکنان شهر آلمان، یعنی ایرانیان و به خصوص ایرانیان شهر برلین رو در رو هستیم. چه پیامی به ایرانیان شهر برلین داریم؟ اولا در سخن اول عرض سلام دارم برای همشون. امیدوارم که خب شنیدم تعداد دوستان ایرانیمون هم در شهر برلین زیاد شدن ظرف چند سال اخیر. شهر برلین همیشه یک شهری بوده که به نظر من شهر سیاسی بوده و به نظر من میتونه خیلی این شهر با آدم‌های خوبی که من اینجا میشناسم که همشون واقعا نگران مملکتشون هستن، میتونه یک نقطه عطفی باشه، یک نقطه شروعی باشه برای حرکت‌های اجتماعی، چه در خود برلین چه در دیگر شهرهای آلمان که ایرانیان سکونت دارند. خب همونطور که گفتم مردمان بسیار خوب و با فرهنگی به خصوص با فرهنگ سیاسی در برلین زندگی میکنن و میتونم بگم که چشم امیدم بیشتر به این دوستان هست. اگر یه وقت کاری هم داشتن با کسی مثل من میتونم کاملا در کنارشون باشم. امیدوارم که کلام شما توجه همگان رو جلب کنه و به قول خود شما هرگز شهری نلرزد، کودکان به جای بمب و خمپاره شعر بنویسند و معجزه‌ای باشیم برای کودکان بیکس و بیمار. اجازه بدین آخرین سوال خودمو کاملا سیاسی بپرسم و بگم نظر شما در انتخابات پیش رو چیست؟ تحریم و یا شرکت؟ شرکت رو به هیچ عنوان من تجویز نمی کنم برای اینکه واقعا انتخابی نیست، یک معجونی درست کردن اسمش گذاشتن انتخابات.
این انتخابات تحت هیچ شرایط انتخابات آزادی نیست. آزاد که نیست که هیچی، اصلا انتخابات تقریبا من گرفته ایست، اصلا گره های خیلی محکم و بیهودهی در این انتخابات هست که نشوندهنده این که انتخابات آزادی نیست. انتخاب آزاد مردم انتخاب میکنن، از بین انتخاب در همه جای دنیا میبینیم، از قبل از اینکه انتخابات شروع شد، از یک سال قبل نمایندگان هر حزبی هر گروهی از یک سال قبل شروع میکنن به تبلیغ کردن راجع به خودشون، نقطه نظرهاشون رو میگن، کارهاشون رو میگن، چه کار میخوام بکنم در آینده. ولی این چه انتخابی است که تا 3 هفته قبل از انتخابات هنوز معلوم نیست که یا کاندید هستن و کسی هم که کاندید هستن از هزاران فیلتر باید رد بشن و تایید بشن و بعد 3 نفر بذارن بگن شما از این 3 نفر یکی رو انتخاب کن. من با این انتخابات اصلا موافق نیستم و به نظر من نرفتن تو این انتخابات میدونیم که مشروعیت نظام رو زیر سوال میبره. نظام فکر میکنه که از حد اکثر جمعیت ایران از نظر فکری و از نظر ایدئولوژی همراهه باشون، ولی من اصلا همچین فکری نمی کنم. فکر میکنم یک جمعیت 10% واقعا تمام مملکت من رو اشغال کرده و هر آنچه که به مثلا انتخابات مردم بی توجه باشن نشون دهده این خواهد بود که این نظام مشروعیت درست حسابی نداره. اگر که داره با زور اسلحه داره، با زور خفقان داره، با 1001 رقم ترفند دیگه داره. من در این انتخابات شرکت نمی کردم. درسته که نباید به حرف من مسلماً آنچنان گوش داده بشه. من فکر میکنم مردم با فکر خودشون به خصوص در این چند سال اخیر اونقدر افکار باز شده، اونقدر افکار تعلیم دیده شدن که خودشون میدونن که چیزی به اسم انتخابات آزاد وجود نداره. هر آنچه که نرن خب بیشتر به نفع خودشون کار کردن، برن انتخاب بکنن به ضرر خودشون کار کردن. خیلی ممنون، سپاس از این که با وقت کمی که داشتین وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و امیدواریم که به زودی شما رو در برلین ببینیم. امیدوارم. سپاسگزار از شما، از محمد عزیز که لطف کردن و چند دقیقه رو با هم به صحبت نشستیم. ممنونم ازتون.
داستان کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد. من عشقم را در کوه گواد در سرخس و خرمشهر به زمان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد. Thank you.